در حال حاضر 40% از مصرف داخلی بنزین از طریق واردات تأمین می شود. تأمین این میزان بنزین سالانه 5 میلیارد دلار هزینه به رژیم تحمیل می کند. اما در شرایط تحریم که رژیم مجبور خواهد بود بهای بالاتری برای خرید بنزین از خریداران محدود بدهد، پیش بینی می شود که هزینه بنزین وارداتی طی ماه‌های آینده حدود 35-50% بالا برود. اما مسئله این است که اکنون 90% از فروشندگان بنزین اعلام کردند که حاضر به فروش بنزین به رژیم نیستند. به خصوص که بنزین مورد نیاز رژیم قابل تأمین از هر تهیه کننده و پالایشگاهی نیست، زیرا پالایشگاه‌های ایران به دلیل فرسودگی و تکنولوژی قدیمی آنها قادر نیستند بنزین با اکتان بالا را که مورد نیاز خودروهای امروزی است تهیه کنند و دولت چاره‌ای ندارد که دست کم 1/3 از بنزین مصرفی را از نوع مرغوب با اکتان بالا از خارج بخرد و آن را با بنزین با اکتان پایین تولیدی پالایشگاه‌های داخل مخلوط کند تا قابل استفاده باشد. رژیم برای پایین آوردن مصرف، اون هم به طور محدود، فقط یک راه داره و اون هم بالا بردن سرسام‌آور قیمت بنزینه. برخی از گزارش‌هایی که از داخل رژیم میرسه حاکی از اینی که رژیم در نظر داره از اول مهر قیمت بنزین رو تا لیتری 400 به حتی 650 تومان بالا ببره. اما کارشناسان معتقدن که در صورت ادامه تحریم ها قیمت بنزین تا لیتری 1450 تومان هم بالا خواهد رفت. این همون چیزیه که رژیم به شدت از اون وحشت داره، زیرا که صحنه های مهیب قیام بنزین در تابستان سال 86 رو از یاد نبرده و میدونه که این امر به خصوص با توجه به آتش زیر خاکستر قیام سراسری به مثابه بنزین ریختن روی اونه. یکی دیگه از زمینه‌های تأثیر تحریم امور بانکیه. تحریم بانک‌های رژیم حداقل از 2 سال پیش شروع شده، اما در این دوره جدید تحریم‌ها جدیتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. علاوه بر آمریکا که از 2 سال پیش و اروپا که از مدتی پیش، بانک‌های رژیم مانند بانک سپه، بانک ملی و بانک صادرات را مورد تحریم قرار داده‌اند، بانک‌های کشورهای دیگر نیز به جرگه تحریم کنندگان پیوستند، کما اینکه بانک‌های چین به رغم صادرات سیلاسای چینی به ایران حاضر به گشایش اعتبار برای وارد کنندگان ایرانی و یا معامله با بانک‌های ایران نیستند و به گفته مقامات رژیم جلوی پای تجار ایران سنگ می‌اندازند. تا جایی که اسکرولادی که سرنخ واردات از چین را به دست دارد با عجز و استیصال از چینی‌ها سوال می‌کرد: به ما بگید وقتی که ما از شما کالا می‌خریم میلیاردها دلار پولش را چجوری به شما بدیم؟